سلام ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید این مقاله بخشی از کتاب در باب زندگی و رنج فلسفه علیه مشقتهای روزمره به قلم کیران ستیا و ترجمه امیر قاجارگر هست که نشر خوب اونو منتشر کرده. امیدوارم شنیدن این بخش شما رو ترغیب بکنه که کتاب رو بخرید و کاملش رو مطالعه بکنید. اولین شعرم رو در هفت سالگی گفتم. وقتی منتظر بودم مدرسه باز بشه. خیلی زود رسیده بودم و درها قفل بود. در خاطری که از خودم ساختم باد خاربوته ها رو در حیات مدرسه این سو و می برد. دفترم رو باز کردم و چهار بیت قافیه دار نوشتم. شعرم با این مصرع شروع می شد. در این فضای متروک و دور افتاده در این مصرع حیات مدرسه رو به صحرا و خودم رو به مسافری تنها دور از خانه و کاشانه تشبیه کرده بودم. خوشبختانه باقی شعر رو یادم نمیاد. به یاد دارم که دوران کودکی هم در انزوا سپری شد و دوستان کمی داشتم اما خیلی هم تک و تنها نبودم شاید اون وقتها چندان برایم مهم نبود اما تفاوت تنهایی و انزوا موضوع برجسته ایه. درد جدایی از جامعه یا همون قربت و تنهایی رو نباید با تنها بودن اشتباه بگیریم ممکنه در تنهایی مطلق باشید اما احساس قربت رو بیکسی نکنید همچنین ممکن است در خیلی مردم احساس بیکسی و غربت داشته باشید بین تنهایی گذرا و ناشی از شرایط مثلا تنهایی ناشی از مرگ عزیزان یا تغییر مکان و تنهایی مزمن و قدیمی که ماهای یا سالها طول میکشه هم فرق هست بعضی از ما بیشتر از دیگران مستعد تنهایی هستیم این روزا حتی کسایی که کمتر مستعد تنهایی هم در امان نیستند اواخر مارس سال 2020 در اوج همهگیری کرونا تقریبا 2.5 میلیارد نفر یعنی یک سوم جمعیت جهان در قرنطینه بودند. بعضی همراه خانواده و بعضی تنها. ویروس داشت پخش میشد و تنهایی هم همهگیر شده بود. واکنش خود من به اون شرایط تکراری و کلیشه‌ای بود. پادکستی را انداختم، اسمش رو پنج پرسش گذاشتم و در اون با فیلسوفان درباره خودشون حرف میزدم. تجربه خوبی بود. اون روزا همسر و فرزندم کنارم بودن و چندان جای گله و شکایت نبود. شرایط دیگران به مراتب بدتر بود. بعضی از مردم در تنهایی مطلق به سر می بردند. بعضی در معرض بدرفتاری و تجاوز بودند. بعضی دست تنها از کودکان خردسال یا افراد تحت سرپرستیشون مراقبت میکردند. بعضی در بیمارستان قرنطینه بودند و نمیتونستند عزیزانشون رو ببینن. اثرات همهگیری سالها ماندگار خواهد بود. حتی پیش از همگیری کرونا نگرانی ها درباره اوج گرفتن تنهایی رو به افزایش بود. در سال 2018 تریسی کراچ در مقام نخستین وزیر تنهایی در بریتانیا شروع به کار کرد. و قبل از اینکه صندلیاش را به وزیران بعدی واگذار بکند سند سیاستگذاری جامعه متصل را منتشر کرد در ایالات متحده بیش از 70 سال است که کتابهای هشدار دهنده درباره تنهایی منتشر می شود. از جمعیت تنهایی که در 1950 به چاپ رسید تا در پی تنهایی و مملکت قریبه ها که در دهه 1970 منتشر شدند و کتاب های جدیدتری مثل بولینگ یک نفره، تنهایی در جمع بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2006 سر و صدای زیادی به پا کرد و محققان هنوز هم به طور گسترده بهش استناد می کنند، آمریکایی‌ها در سال 2004 نسبت به 20 سال پیش یعنی 1985 تنها تر شدند و احتمال نداشتن همصحبت برای گفتگو درباره مسائل مهم زندگی سه برابر بیشتر شده. این روایت کاملا منطقیه. طی دو قرن گذشته ایدولوژی فردگرایی انحصار طلبانه که انسانها رو اتمهای اجتماعی میدونه که اموال شخصی هم میکنند قماش جامعه غربی رو پوسانده و مندرس و کرده. واژه لونلینس یا تنهایی حوالی سال 1800 میلادی به زبان انگلیسی وارد شد. قبل از اون نزدیکترین واژه به اون وانلینس بود که یعنی حالت تنها بودن. وانلینس هم مانند سولیتود به معنای خلوت و انزوا بر درد عاطفی دلالت نمیکنه. بعضی پا را فراتر میگذارند و میگویند نه تنها واژه تنهایی بلکه تجربه تنهایی هم از سال 1800 شروع شده از این رو حرمتی که شاعران رمانتیک برای تفکر در تنهایی قائلند و اش را در زیارت چایلد هارولد از اثر لورد بایرون، آلاستور یا روح تنهایی پرسی شلی یا تنها چون ابری سرگردان ویلیام وورث وورث میخوانیم. در آثار نویسندگانی مثل چارلز دیکنز، اینها جایش را به بیزاری از کلان شهرهای صنعتی میدهد. او می نویسد عجیب است که در لندن انسان بدون اینکه توجهی نه توجه خوب نه بد و نه حتی بیاعتنایی به خود جلب کند میزید و میمیرد همدلی دیگران را بر نمیانگیزد و وجودش برای کسی جز خودش مهم نیست نمی توان گفت پس از مرگ فراموشش میکنند زیرا وقتی زنده بود نیست کسی از او یاد نمیکرد اما تعدادی از نظریه پردازان حوزه تنهایی در اعتراض به این روایت داده های مرتبط با تنهایی و پیشینه آن را پیچیده تر از این می دونن. کلود فیشر جامعه شناس به محض چاپ مطالعه مذکور در سال 2006 به نقد آن پرداخت و گفت این مطالعه بسی کمتر از اونچه فکر می کنی مستند است. او درباره اعتبار داده ها مردد بود و اونها رو داده های آماری ساختگی می دونست. های بعدی نشون داد که تردید فیشر بهجا بوده. کاشف به عمل اومد که محققان در نظرسنجی سال 2004 ترتیب سوالات را تغییر داده بودند و این کار بر دقت پاسخها تاثیر گذاشته بود. در سال 2010 ترتیب سوالات را برعکس کردند و درصد افرادی که هم صحبتی نداشتند نسبت به سال 1985 کمتر شد. فیشر در کتاب هنوز با همیم شواهد زیادی ارائه می دهد که نشان می دهند کیفیت و کمیت روابط اجتماعی در ایالات متحده از سال 1970 تا به امروز ثبات داشته. اگرچه شکل روابط دچار دگرگونی شده. درباره تاریخ هم باید بگوییم مردم پیش از سال 1800 به هیچ وجه با درد تنهایی بیگانه نبودند. اگر ملاک ما نریشه شناسی واژه تنهایی بلکه نیاز شدید به داشتن دوست باشد چون این نیازی را در آثار ارسطو که می نویسد بدون دوست هیچ کس میلی به زندگی ندارد هم می تواندید و به شکلی پرشورتر در آثار فیلسوف اسکاتلندی قرن هجده دیوید هیوم او می نویسد شاید تنهایی مطلق بزرگترین عذاب برای بشر باشد اگر تمام قدرت ها و عناصر طبیعت دست به دست هم دهند تا در خدمت و تحت فرمان یک انسان واحد باشند خورشید به دستور او طلو و غروب کند امواج دریا و رودخانه ها طبق میل او به حرکت درآیند و زمین خود به خود هر آنچه برای او مفید یا مطبوع باشد فراهم آورد وقتی دست کم یک نفر را نداشته باشد تا خوشحالیش را با او سهیم شود و از احترام و دوستیش لذت ببرد همچنان بدبخت خواهد بود. تصور رمانتیک ورز ورز از آن چشم درونی که از برکات تنهایی است با او نمرد. بلکه در آثار راینر ماریا ریلکه نمونه کامل و ناب آن را می توانیم ببینیم. ریلکه در نامه هایی به یک شاعر جوان به مخاطب نامه توصیه می کند که انزوایت را دوست بدار و صدای دلانگیز گریه هایت را که از رنج تنهایی است بیاور. دابلیو اودن در شعر نامه سال نو ریلکه را بابا نوئل تنهایی خواند و در نمونه جدیدتر آنتونی استوره روانپزشک در کتاب تنهایی بازگشت به خود قدرت زایای تنها بودن را ستود رابطه فرضی بین تنهایی و فردگرایی انصار طلبانه یا همان ایدولوژی مصرف اتمی باعث می شود چیزها را وارونه ببینیم و پیشینه تنهایی برایمان پیچیده تر شود. البته که پیدایش اقتصاد بازار و در پی آن فردگرایی با شکلگیری دوستی های سمیمانه مرتبط بود. اما این رابطه عکس آن چیزی است که معمولا فکر میکنیم. کیت تامس مورخ دانشگاه آکسفورد در کتاب قایات زندگی به تحلیل دوستی در سالهای آغازین انگلستان مدرن میپردازد. او دوستان را به سه دسته خیشابندان، یاران راهبردی و منابعی برای کمک متقابل تقسیم میکند. او میگوید در همه این موارد دوستان به خاطر مفید بودنشان ارزشمند بودند کسی مجبور نبود رفیقش را دوست بدارد گشایش اقتصادی و زندگی شخصی که بازار تاثیرگران بود فضایی برای نوعی دوستی خصوصی مهیا کرد که کمتر تابع نیازهای اجتماعی بود متفکران اسکاتلندی دوره روشنگری همنشینی برای لذت را به همنشینی برای منفعت ترجیح میدادند یکی از اونها آدام اسمیت دوست هیون بود که کتاب ثروت ملل کتاب مقدس سرمایهداری صنعتی را نوشت دست پنهان بازار دوستی ها را محکم تر کرده بود اما اینها باعث نشد رابطه فردگرایی و دوستی در قرنهای بعد سردتر نشود شاید امروز تنها تر باشیم اما اگر بخواهیم تاریخ را متعهدانه روایت کنیم تغییرات مثبت را هم تصدیق خواهیم کرد برای مثال به این فکر کنید که در عواسط قرن بیستم زنان طبقه کارگر که بار سنگین کار خانگی را به دوش میکشیدند چه زمان کمی برای دوستی داشتند و ننگ همجنسگرا بودن تا چه حد باعث تنهایی انسان میشد از این لحاظ مردم امروز به طور نسبی آزادی بیشتری دارند و کمتر احساس تنهایی می کنند. علاوه بر این تاثیر پیشرفت‌های اخیر بر روابط انسانی هنوز روشن نیست خیلی زود است که بگوییم شبکه های اجتماعی به توانایی برای برقراری ارتباط آسیب میزند. آن هم درست زمانی که این شبکه ها در حال دگرگون ساختن تعاملات ما هستند. پیش از همهگیری کرونا شواهد برای اثبات جهش بی سابقه تنهایی کافی نبود اما امروزه در این باره تردیدی نداریم تنهایی حتی اگر هم نشده بود باز هم مسئله جدی به شمار می آمد. دانشمندان علوم اجتماعی اثرات تنانه تنها بودن رو سنجیده و نتایج هشدار به دست آوردند. جان کاچوپو روانشناس در نوشتاری مشترک با ویلیام پاتریک این اثرات را به طور خلاصه اینطور شهر داده. تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت بدن را می توانیم با تأثیر فشار خون بالا، ورزش نکردن، چاقی یا مصرف دخانیات مقایسه بکنیم. احساس تنهایی مزمن می تواند به موجی از اثرات فیزیولوژیکی دامن بزند که عملا فرایند پیری را سرعت می بخشند. ظاهرا تجربه ذهنی تنهایی است که به این اثرات دامن می زند. نه رفتارهای ناشی از آن. مثل رژیم ناسالم ورزش نکردن و زیاد روی در مصرف الکل. تنهایی باعث بروز واکنش عصبی به نام ستیز یا گریز می شود که سلامت بدن را به خطر می اندازد. مطالعی که در دهه 1970 انجام شد و نه سال به طول انجامید نشان میداد افرادی که روابط اجتماعی کمتری دارند احتمال مرگشان دو تا سه برابر بیشتر از افرادی است که روابط اجتماعیشان بیشتر است دانستن این واقعیت ها از منظر سیاست عمومی های اهمیت است اما همه این مطالعات به اثرات جانبی تنها بودن اشاره می کنند نه به خود تنهایی به مسابه یک آسیب اگر می توانستیم با خوردن یک قرص اثرات تنانه تنهایی را درمان کنیم شک دارم میلمان به معاشرت و با هم بودن از بین میرفت به جای این اثرات می توانیم به این بپردازیم که منزوی بودن چه حسی دارد از اسکن امارای عملکرد مغز معلوم می شود ترچ شدن از جامعه همان ناحیه ای از مغز را درگیر می کند که هنگام درد تنانه فعال می شود اما تنها با گفتن اینکه تنهایی مضر است نخواهیم فهمید چرا به ما میرساند چرا تنهایی موزر است و این درد چه درسی درباره چگونه زیستن به ما میدهد فیلسوفان تنها در تاریخ فلسفه کم نیستند اما تنها تعداد کمی از آنها به طور مفصل از تنهایی گفتند در عوض تنهایی به طور تلویحی در آثارشان نمایان است میتوان تاریخ فلسفه را از زمان دکارت البته به صورت گزینشی نبردی علیه خود تنها انگاری دانست اندیشه ای که میگوید چیزی جز خود شخص وجود ندارد و ما تنهای تنها هستیم دکارت در سال 1639 در مقابل شومیناش به تفکر نشست و به هر آنچه می توانست از جمله به هستی دیگران شک کرد تا جهانش را از نو و بر بنیادی محکم بسازد او تعملاتش را از خیشتن منفرد آغاز کرد و با خود گفت می اندیشم؟ پس هستم دکارت تعملاتش را با تلاش برای اثبات وجود خدا ادامه داد و نتیجه دست کم برای خودش رضایت بخش بود. از آنجا که خدا ما را فریب نمی دهد می به مشاهدات آشکار و شفاف خود از جهان بیرون از جمله مشاهداتمان از دیگران اعتماد بکنیم. مسئله اینجاست که گواهی دکارت قانع کننده نبود. میدانیم که تنها نیستیم. اما این آگاهی ربطی به اثبات وجود خداوند ندارد. فیلصوفان بعدی با ارجاع به میاندیشم پس هستم ادعا میکردند که دکارت حتی در کنج عزلتش نیز به دیگران متکی بود از نظر هگل فیلسوف آلمانی اوایل قرن 19، ما انسانها جز از راه شناخت متقابل یکدیگر نمیتوانیم به آگاهی کاملی از خودمان برسیم بدون تو منی در کار نیست ژان پل سارت می گفت وقتی می گوییم می اندیشم در حضور دیگری به خیشتن نائل می شویم و وجود دیگری همانقدر برایمان مسلم است که وجود خودمان بعد از سارت به لودویگ ویتگنشتاین می رسیم که بعضی او را بزرگترین فیلسوف قرن بیستم می دانند. ویتگنشتاین در آخرین شاهکارش های فلسفی مدعی می شود که زبان خصوصی غیر ممکن است. به این معنی که افکار و سخنها تنها می توانند در کردار اجتماعی یا همان بازی زبانی جریان و پیشرفت داشته باشند. انزوای رسوخ ناپذیر امریس محال. اگر حق با این فیلسوفان باشد، نیاز ما به یکدیگر متافیزیکی است. ذهنیت ما خودکفا نیست. یعنی تنها در ارتباط با افراد دیگر می توانیم موجودیت خود آگاهمان را به طور کامل تحقق ببخشیم. اندیشه پرمغز و عمیق است اما کمتر از چیزی که به نظر می رسد از آسیب تنهایی می گوید. اینجا استدلالی فریبنده در کار است که طبق آن چون خداگاهی ارزشمند است هر چیزی که خداگاهی به با آن وابسته باشد نیز ارزشش را به میراث می برد. اگر برای نیل به خداگاهی راهی جز ارتباط با دیگران نداشته باشیم این ارتباط هم به اندازه خداگاهیمان ارزشمند خواهد بود و تنهایی نیز به همین دلیل بد است اما چنین استنتاجی فاقد اعتبار است آنچه برای وجود چیزی خوب ضروری است لزوما سهمی از ارزش آن را ندارد همانطور که نمی توانیم بگوییم بوم یک نقاشی زیبا مثل خود آن نقاشی زیباست گوئنجان بین سالهای 1923 تا 1924 نسخه ای از نقاشی دوره نقاهت را کشید که امروزه در موزه فیتسو ویلیام در دانشگاه کمبریج نگهداری میشه. رنگ های ترک خورده این نقاشی زنی آرام رو در پیراهنی آبی به تصویر می کشند که نشسته و در حال مطالعه است. این نقاشی واقعا تکان دهنده است. درست است که اگر بوم نبود پرتره این زن هم وجود نداشت. اما این باعث نمی شود پارچه پشت نقاشی هم تکان دهنده و تأثیرگذار گذار باشد. شرایطی که برای بقای چیزی خوب ضروری است مثل بوم که برای نقاشی ضروری است و شرایط اجتماعی که خداگاهی رو ممکن میکنه لزوما سهمی در ارزش اون چیز خوب نداره پس چیزی که باعث می شود تنهایی برایمان بد باشد این نیست که انزوا خداگاهیمان را زیر و رو می کند. تنهایی برایمان بد است چون ما موجودات اجتماعی هستیم اما حضورمان در جامعه فطری و ذاتی نیست آسیب تنهایی از طبیعت بشر نشأت میگیرد نه ذات انتظایی نفس انزوای کودکی من باعث نمیشد احساس تنهایی کنم چون کودکیم واقعا در انزوا نگذشت و تمام وقت در کنار خانوادم بودم در نوجوانی ازشون فاصله گرفتم و تنها شدم به گوشهگیری خودم خو کرده بودم و چندان تلاش نمیکردم که دوستی پیدا کنم یاد نگرفته بودم چطور با آدما نزدیک بشم و پیچ و خمهای دوستی رو پشت سر بگذارم و برای حل اختلافات راهی جز فاصله گرفتن نمیشناختم در دوره دبیرستان احساس کردم از جامعه ترد شدم و نمیتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم و این احساس تا زمانی که به کالج برم ادامه داشت هنوز هم وقتی با یک نفر تنها هستم معذب میشم در گفتگوهای گروهی راحت ترم با استرس کمتری صحبت میکنم من هم مثل خیلی های دیگر احساس میکنم کنارم گذاشتن و از عرصه وسیع تر و هموارتر روابط اجتماعی که در دسترس دیگران هست محروم هستم به این احساس اعتماد ندارم اما با آن زندگی میکنم انسان با نیازهای اجتماعی دست به گریبان است ارستو پا را از این هم فراتر میگذاشت و معتقد بود انسان در ذات خود حیوانی سیاسی است اینجا منظور از سیاسی نه صرفا زندگی اجتماعی در کنار دوستان و خانواده بلکه تعلق به پلیس یا دولت شهر است مطمئن نیستم که ذاتا به اون معنی سیاسی باشیم اما بیشک اجتماعی هستیم انسانها همیشه با هم و در گروههای اجتماعی زیست کردند از خانواده گرفته تا قبیله و ملت جامعه گرایی متمایز ما که با جامعه گرایی میمون های بزرگ و شپ انسان ها فرق میکنه بر قدرت توجه مشترک و هدفگذاری جمعی مبتنی است اینها توانایی هایی هستند که به واسطه آنها خودمون رو اعضای گونه انسان میپنداریم داستان تکامل انسان و پرورش این توانایی ها در طول آن داستان وابستگی ها و آسیپذیری های متقابله اینکه نیاز ما به جامعه ریشه عمیق داره در شرایط افراد و تفرید یا شرایط غیر معمول و دشوار نمایان میشه. نوزادانی که کمبود محبت دارند از آسیب های مدت رنج میبرند. جان بالبی روانشناس بریتانیایی یکی از معماران نظریه دلبستگی در دهه 1960 بود. او تحت تاثیر آزمایشی قرار گرفت که در اون بچه میمونهای آزمایشگاهی مادر نیابتی ساخته شده از پارچه را به مادر نیابتی ساخته شده از سیم ترجیح میدادند چون می میتوانستند مادر پارچهای را در آغوش بگیرند بچه میمونها حتی زمانی که منبع شیرشان مادر نیابتی سیمی بود این رفتار را ادامه میدادند یعنی آرامش براشون از غذا مهمتر بود میمونهایی که تماس تنانه نداشتند و زمان تولد تنها بودند وقتی به گروه باز میگشتند آشفته بودند رفتارهای تهاجمی یا حاکی از ترس نشون میدادند و در راه رفتن هم تعادل نداشتند بالبی رفتارهای مشابهی را در کودکان بیخانمان اروپایی که بازمانده از جنگ جهانی دوم بودند مشاهده کرده بود کودکان بی سرپرستی که در رومانی دهه 1980 و تحت حکمرانی چاوشسکو به طور دست جمعی بزرگ شده بودند هم رفتارهای مشابهی از خودشون نشون داده بودند. مشاهدات بالبی به ایجاد نظریه نظاممند درباره حالات دلبستگی بین نوزاد و پرستار بچه انجامید که دانشجوی او مری اینزورس در دهه 1970 آن را بست داد. جزئیات این نظریه محل اختلاف است اما هیچ کسی تردید ندارد که دلبستگی های دوران آغازین حیات اثرات ماندگاری بر بهروزی فرد میگذارد یکی دیگر از نمونه های افراد و تفرید یا شرایط غیر معمول و دشواری که نیاز ما به جامعه رو آشکار میکنه حبس انفرادیه. در این شیوه مجازات زندانیان رو 22 تا 24 ساعت در روز در سلول های دربسته زندانی میکنند و شخص در این مدت تقریبا با هیچ کس ارتباط ندارد. در آمریکای اوایل قرن 19 هم حبس انفرادی را راه رسیدن مجرمان به رستگاری میدونستند اما اینطور نبود الکسی دوتو کویل و گوستاف دوبومون در سال 1833 حبس انفرادی را اینطور توصیف کردند متهمان را در انزوای کامل قرار میدادند اما اگر چیزی در این تنهایی مطلق وقفه ایجاد نکند تحملش فرای طاقت بشر است و مجرم را بیرحمانه به ورطه نابودی محض میکشاند سلول انفرادی اصلاح نمی کند می کشد بنابر گزارش سال 2014 اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا عوارض بالینی انزوا در مواردی به عوارض شکنجه تنانه شبیه است عوارضی مثل ادراکات تحریف شده و توهم افسردگی مزمن و شدید کاهش وزن تپش قلب گوشگیری بیعاطفگی و بیاعتنایی سردرد مشکل در خوابیدن سرگیجه و خودزنی با وجود تمام این شواهد حبس در سلول انفرادی هنوز هم در زندانهای آمریکا رایج هست و گاهی زندانیان را ماهها یا سالها در این سلولها حبس می کنند. این مجازات حتی در مدرسه ها نیز استفاده می شود. افراد و تفرید همین است. غیر معمول و ناخوشایند. اما همین رخدات ها هستند که نیازمان به روابط انسانی در خلال درماندگی های عادی و روزمره را توضیح می دهند. مثل حس جدایی از جامعه، دلمردگی و بحت ناشی از همهگیری کرونا مخصوصا برای کسانی که تنها زندگی می کنند ترد افسردگی و گوشهگیری تنهایی برای ما بد است چون جامعه نقشی محوری در زندگی انسانیمان بازی می کند. منظورم این نیست که داشتن همنشین همیشه خوب است و هرچه دوستان بیشتری داشته باشیم خوشحال خواهیم بود. ما به تنهایی هم احتیاج داریم. در اواخر قرن 18 میلادی امانوئل کانت به نحوی شایسته از جامعه گرایی مردم گریزانه انسان ها صحبت میکنه یعنی تمایل انسانها به ورود به جامعه در عین مقاومتی تمام ایار که همواره بیم آن میرود جامعه را دچار فروپاشی کند کانت نیاز ما به دیگران را میپذیرد اما معتقد است دوست نداریم دیگران بر ما حکمرانی بکنند یا باری بر دوش ما باشند بلکه میخواهیم فضایی از آن خودمان داشته باشیم این تمایلات دوگانه در ذات بشر هست خود کانت مجرد بود و بسیار مقرراتی بود اما به مهمانی های شام پر از بحث و گفتگوی شهرت داشت اینکه حیواناتی اجتماعی هستیم توضیح میده که چرا میلمان به همنشینی با دیگران شباهتی به امیال گنگ بارتلبی نداره چون دلیل محکمی برای وقت گذراندن با دیگران داریم اینکه نیازهای اجتماعی ما متفاوته و اینکه همه گاهی به تنهایی نیاز داریم توضیح میده که چرا حالات اجتماعی متکثر و اینکه بعضی اجتماعی تر از دیگران هستند منطقیه. ویکتور هوگو شاعر و نویسنده فرانسوی میگوید کل جهنم را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد تنهایی در حالی که سارت یا یکی از شخصیت داستانش معتقد بود جهنم همان دیگران است گوشهگیری و انزوا آخر خط است ولی جا دارد از توماس مرتون راهب ترپیست قرن بیستمی که از تنهایی مینوشت یاد بکنیم او میگوید تنهایی مخاطر آمیز است تمایل به تنهایی در ذات خود همان حراس از محاکمه بی پایان است اغلم ما جایی در میانه طیف جامعه گرایی قرار می گیریم یعنی نه خیلی اجتماعی و نه خیلی منزوی پس با فهم جایگاه تنهایی در زندگی بشر می توانیم آن را درک کنیم ما حیواناتی اجتماعی با نیازهای اجتماعی هستیم و هرگاه این نیازها برآورده نشوند رنج میکشیم و اسم این رنج تنهایی است اما هنوز هم باید به طور مفصل از مذرات تنهایی بگوییم وقتی میگوییم روابط اجتماعی به طور طبیعی برای انسان خوشایند است یا رنج تنهایی ناشی از برطرف نشدن نیازهای اجتماعی است در واقع از بیرون به مسئله تنهایی نگاه میکنیم ما میخواهیم از درون به درک تنهایی نایل شویم چه چیز این تنهایی را اینقدر تلخ می کند؟ چه چیز باعث می شود تا تا این حد دشوار باشد؟ می توانیم مضمون تجربه زیسته را با استفاده از پدیدارشناسی توصیف کنیم. تنها بودن یعنی درک نقصان، کمبود و خلایی در وجود خود. وقتی تنهاییم احساس می کنیم دیگران ما را پس زدند، ما را کوچک می بینند یا یک سره از نظرشان ناپدید شده ایم. انسان های تنها چه چیزی را از دست میدهند؟ با پاسخ به این پرسش درک کاملتری از تنهایی به دست میآوریم. پاسخ قاعدتا این است: جمع دوستان. برای اینکه بهتر بفهمیم تنهایی چرا بد است و چطور می توان علاجش کرد، باید بدانیم چرا دوستی خوب است. فکر نکنید در تمام مباحثمان قرار است به ارسطو رجوع کنیم. اما در این مورد چاره ای نداریم چرا که عرستو یکی از بزرگترین نظریه پردازان دوستی در فلسفه غربه و دو بخش از ده بخش اخلاق نیکوماخس رو به فیلیا که معمولا به دوستی ترجمهش میکنند اختصاص داده ارستو علاوه بر اینکه از جایگاه دوستی در زندگی انسان و بهترین شکل اون میگه نکاتی کاربردی برای کنار اومدن با روابط نابرابر مثلا وقتی علاقه شما به کسی بیشتر از علاقه اون به شماست و ایجاد تعادل بین تعهدات ناهمساز مثل زمانی که مجبورید بین دو تا دوست یکی رو انتخاب کنید نیز ارائه میکنه متفکران هلنی حکمت او را حفظ کردند مثلا سیسرو در سال 44 پیش از میلاد کتابی درباره دوستی نوشت که به طور کلی چکیده ای از سخنان دوست و هنوز هم سنگ محکی برای برداشت های فلسفی از معنای دوستی به شمار میره دیدگاه ارسطو درباره فیلیا به نکته بسیار درستی اشاره میکنه. او طیف وسیعی از روابط دوستانه رو به رسمیت میشناسه. دوستی منفعت طلبانه، دوستی لذت طلبانه، دوستی فضیلت گرایانه و روابط فامیلی رو نیز شکلی از دوستی میدونه. ما مردمان مدرن دوست داریم بین چیزها تمایز قائل بشیم. اعضای خانواده رو از اقوام جدا می کنیم و حساب شرکای عاطفی رو از دوستان معمولی و حتی شرکای جنسی سوا میدونیم. دیدگاه کلی تر ارستو روشنگر تره. او میگه روابط خانوادگی در زندگی ما به مسابه حیوانات اجتماعی نقشی محوری دارند و تنهایی رو پس میزنند. روابط عاطفی نیز میتونن چنین نقشی داشته باشند. در این کتاب وقتی از دوستی حرف میزنم روابط عاطفی و روابط خانوادگی نزدیک رو نیز در نظر دارم شوربختانه واژه‌ای نداریم که دقیقا توصیفگر چنین روابطی باشه فیلیا بیش از حد گسترده است چون روابط کاملا کاربردی رو نیز شامل میشه تو هوای منو داشته باش من هم هوای تو رو دارم موضوع بحث ما همنشینی صرف یا نوع برخورد با غریبه های به درد بخور نیست میخواهیم درباره اهمیت عشق حرف بزنیم الگوی دوستی عرستو مبتنی بر فضیلت اخلاقیه او دوستی با مردمان دلیر عادل میان رو و بخشنده رو نیکو میدونه و معتقده که اگر ما به خاطر شخصیتمون دوست داشته بشیم یعنی به خاطر اونچه که ما رو ما میکنه دوستمون بدارند و از اونجا که عشق و علاقه همواره معطوف به چیزهای خوبه تنها افراد فضیلتمند رو میتوان واقعا به خاطر خودشون دوست داشت. دوستی واقعی همچون فضیلت راستین نادره. کهن الگوهای الفت بین دو مرد در ایلیاد یعنی آشیل و پاتروکل احتمالا یکدیگر را همچون دوستانی راستین دوست می داشتند. ولی احتمالا من و شما مثل اونها خوش اقبال نیستیم. اما خوشبختانه اینطور نیست. دوستی شاید دشوار باشه اما نه اونطوری که تو فکر می کرد. ما انسان ها میتونیم بدون اینکه قهرمان ها یا دولت مردانی شریف باشیم با هم دوستی کنیم. وقتی جمع دوستان رو در نظر میارم با آدم هایی فکر میکنم که با هم چای می نوشند به لطیفه های هم میخندند، قصه می خورند ماجراهایشون رو برای هم تعریف می کنند فیلم می بینند بازی می کنند و غذا میپزند. بعضی از اونها به قول خودم فضیلتمند یا در خور تحسینند و باقی نچندان شاید شما نوع دیگری از آدم ها رو تصور کنید که کارهای متفاوتی انجام میدن. ما بی سر و صدا بر سر شرایط دوستی های خودمون به مذاکره می نشینیم. خود را با صورت های فرهنگی مختلف وفق میدیم و اصلاحش رو می کنیم. تردیدی نیست که بعضی از مسائل مانع از دوستی ما با افراد شرور میشه. اگر مثل یک دوست به ملاقاتم بیایید و بعد تمام دار و ندارم و بدزدید شک می کنم که واقعا دوست باشیم. اما برای دوستی کردن فضایل چشمگیر و برجسته ضروری نیست وقتی بفهمیم ارسطو کجای راه رو اشتباه رفته به نکته عمیق درباره عشق به دوستان و خانواده پی میبریم اشتباه ارسطو این بود که فکر میکرد دوستی هم مثل شایسته سالاریه از نظر او دوستی مشروط به داشتن فضیلت بود ارسطو میپرسد اگر مردی را به خاطر خوبیهایش به دوستی بپذیریم و بعد برایمون مسجل بشه که او مرد بدیه آیا هنوز باید دوستش بداریم بی تردید چون این چیزی محاله زیرا هر چیزی دوست داشتنی نیست تنها خوبی ها چونینند. از نظر ارستو دوستان باید به نحوی غیر قابل اعتماد باشند و هر وقت ویژگی هایی که باعث دوستیشان شده از دست بدهید رهایتان کنند و دیگر دوستتان نداشته باشند. چنین ادعایی هیچ نسبتی با واقعیت نداره. منظورم این نیست که دوستی باید بی غید و شرط باشه. هرچند که چنین چیزی ممکن هم هست. خود من دوستانی داشتم که به کلی تغییر کردند تا جایی که دیگر از آنها خوشم نمی آمد. با وجود این هنوز برای مهم بودند. اگر دوستم به یک آدم عوضی تبدیل بشه، نجات او از این وضعیت به براتب از نجات هر احمق دیگری برای من مهمتره. فکر کنم شما هم مثل من باشید. اشتباه ارسطو ریشه در استدلال آغازینش داره. اینکه دوست داشتن کسی به خاطر خودش یعنی او را به خاطر شخصیتش دوست داشته باشیم. واقعا اینطور نیست. شما شخصیتتون نیستید شخصیت مجموعی از عادتها، خصلتها و فضایل و رضایلیه که میتونید همه رو پشت سر بگذارید و تغییر کنید شما انسانی خاص و مجسم هستید و صفاتتون شما رو تعریف نمی کنند. پس دوست داشته شدن به خاطر خودمون به این معنی نیست که به خاطر ویژگیهایی که ما رو ما میکنه دوستمون داشته باشند و ارزش ما در جایگاه یک دوست با تحسین شدن یکی نیست در واقع دقیقا برعکسه دوست داشته شدن به خاطر خودمون یعنی ما رو به خاطر هیچ ویژگی خاصی دوست داشته باشند و معایب ما نباید ارزشمون رو در جایگاه یک دوست تحت تاثیر قرار بده گاهی فیلسوفا ادعا میکنن که دوست داشتن یه فرد یعنی دیدن بهترین جنبه او و حتی بزرگنمایی اون این دیدگاه به دلبستگی معرفتی معروفه تجربه خود من عکس این بوده اما دو دلم که اون رو تعمین بدم یا نه شاید والدین به شکل بیرحمانه ای ایرادگیر باشند این ایرادگیری به نفع فرزند باشه یا نه با ادعای اونها در باب دوست داشتن فرزندشون تعارضی نداره علاوه بر این شاید فرزندان هم دوست داشته باشن متقابلا پاسخ های والدین خودشونو بدن این موضوع به عشق بین والد و فرزند محدود نمیشه مثلا هیچکس بهتر از همسر من کاستی های من رو نمیدونه و من هم به خوبی بر کاستی های او واقفم این باعث نمیشه که همدیگر رو دوست نداشته باشیم همه اینها کمکمون میکنه تا به ارزش دوستی پی ببریم و آسیب های ناشی از تنهایی رو نیز به صورت سلبی بشناسیم. مواهب دوستی متنوع و لذات و ارزش های متفاوت بیشماری به همراه داره. اما از نگاه من ارزش آن در نهایت از ارزش بیقید و شرط آدم هایی سرچشمه میگیره که همون دوستانمون هستند. به یکی از روابط دوستانه ای که براتون مهمه فکر کنید، در نهایت این رابطه براتون مهمه چون به دوستتون و البته به خودتون اهمیت میدید. دوستان راستین یکدیگر رو گرامی میدارند نه رابطه دوستانه که باعث پیوندشون شده. این تقابل شاید ظریف و نامحسوس به نظر برسه اما خودش رو در رنجش ها و اختلاف نظرها نشون میده. وقتی در بیمارستان به عیادت شما میایم این که برای دوستی من این کار را بکنم یک چیزه و اینکه به خاطر خودتون به ملاقات بیایم چیز دیگر. فکر میکنم دلگیر بشید اگر بفهمید فقط برای حفظ رابطه دوستیمان یا برای انجام وظیفه به ملاقاتتون اومدم نه به خاطر دلبستگی به خودتون به قول مایکل استاکر فیلسوف نگرانی برای رابطه دوستانه با نگرانی برای دوست فرق داره وقتی رابطه جای کار داره مثلا وقتی تلاش میکنیم رابطه ای بسازیم یا وقتی دوستیمون آسیب دیده یا تمایلی به انجام وظایفمون در قبال دوستانمون نداریم توجه خودمون رو به ارزش دوستی معطوف میکنیم وقتی اوضاع خوبه رابطه رو نادیده میگیریم تا خود دوست رو ببینیم این شیوه فهم دوستی تغییر عمیقتر در طرز فکرمون درباره ارزش زندگی بشری ایجاد میکنه این طرز فکر معرف فلسفه روشنگری است که مردم رو فارغ از شایستگی هایشون مهم تلقی میکنه کانت این ارزش بیقید و شرط رو کرامت و بها را نقطه مقابلش میگه از نظر اون هر چیز بهاداری رو میشه با چیز دیگه ای که همسنگش باشه جایگزین کرد در حالی که اونچه بالاتر از هر قیمتیه و از این رو هیچ همسنگی نمیپذیره صاحب کرامته عشق کرامت ما رو ستایش میکنه و تنهایی کرامت رو در هجاب نگه میداره کرامتی که تشنه احترامه دوستی از این منظر رابطه تنگ و تنگی با اخلاق داره ارستو به اشتباه دوستی راستین رو شناخت متقابل فضایل میدونست. در واقع دوستی حقیقی به تایید متقابل کرامت انسانی می انجامید. به همین دلیل دیوید ولمن فیلسوف عشق چه عشق به معشوق و چه به دوستان و خانواده رو حس اخلاقی می نامد. منظور این نیست که دوستی عاشقانه پیمان احترام متقابله یا یکی بر دیگری دلالت داره. احترام بدون عشق نیز ممکنه و آشنایی ممکنه تحقیر و اهانت به بار بیاره. اما احترام و عشق هر دو بر ارزش یکسانی مهر تایید میزنند به قول این فیلسوف احترام واکنشی حداقلی و لازم و عشق واکنشی انتخابی اما شایسته به ارزش بی همتای انسانه پس دوستی شایسته سالاری نیست شاید همانطور که فعالیت‌های مشترک ایجاد رابطه دوستانه را تسهیل می‌کنند، استعدادها و فضایل نیز چنین تأثیری داشته باشند. اما دوستان از دریچه ارزش ای این خصوصیات به ارزش دوست می نگرند. در نهایت دوستی به این خاطر مهمه که دوستان مهمند. درست مثل هر انسان دیگری. این نشون میده که کجای عیادت من از شما در بیمارستان اشتباه بود. اینکه من به خاطر دوستی من به عیادت شما اومدم و نه به خاطر خودتان. طبق اونچه که گفتیم سرانجام مشخص میشه تنهایی چرا اینقدر دردناکه. جدایی از جمع دوستان و دلتنگی برای اونها یکی از شکل‌های تنها بودنه. وقتی کنارمون نیستند نمیتونیم خاطر جمعشون بکنیم که برایمون مهمند و آنها نیز نمیتونن چنین اطمینانی به ما بدن. به همین دلیل احساس پوچی میکنیم. انگار خلایی در وجود ما هست که بیشتر کسی اون رو پر میکرده و حالا دیگر نیست. اما تنهایی شکل کاملتری هم داره. اینکه هیچ دوستی نداشته باشید. وقتی دوستی نداریم کسی به ارزشمون واقف نمیشه شاید دیگران دورا دور برامون احترام قائل باشن اما ارزشمون به عنوان انسان قدر ناشناخته و رها شده است برای همینه که واقعیت برایمون متزلزل و ناامن میشه وقتی دوستی نداریم احساس میکنیم از جهان انسانی پاپس کشیدیم و ناپدید شدیم ما برای عشق ورزیدن ساخته شدیم و حالا بدون اون راه خودمون رو گم کردیم باز هم موارد افراط و تفریط مسئله رو روشن میکنه. به طور مثال معلمی بود که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیشترشون بعدها لغو شدند بیش از دو هزار روز رو در سلول انفرادی یکی از زندانهای آمریکا گذراند او که اکنون از کنشگرانی است که علیه پدیده تعداد زیاد زندانیان مبارزه می کنند درباره تجربه شخصیش میگوید روابط انسانی معید وجود انسانها و جوهره زندگی است اگر این روابط رو از دست بدیم هویت خودمونو رو گم میکنیم هیچ میشیم من حتی برای خودم هم نامرئی شده بودم ما به تأییدی که در عشق یافت میشود نیاز داریم تشخیص آسیب تنهایی یک چیزه و پیشنهاد درمان برای اونها یک چیز دیگر درمان ساده برای تنهایی وجود نداره و دلیلش تا حد اینه که تنهایی از خودش تغذیه میکنه انزوا ترسهایی رو برمیانگیزه که تنهایی رو تشدید میکنه اما راه خروجی هم هست راه فراری از تنهایی که فلسفه اون رو پیش کرده و علوم اجتماعی تایید و از داستان، خاطرات و شرح حالها به اون میرسیم. رمان هاروکی موروکامی، سوکوروتازاکی پیرنگ و سالهای زیارتش در فضای کافکایی آغاز میشه. سوکورو تازاکی در سال دوم کالج شش ماه نومیدی کامل رو تحمل میکنه. زندگیش به خوابگردی میمانه است که انگار مرده بود ولی خودش خبر نداشت. واضح بود که چرا مرگ چون این نفوزی بر سوکورو تازاکی داشت. یک روز چهار نفر از صمیمیترین دوستانش که مدتها بود میشناختشان گفتند دیگر نمیخواهند او را ببینند یا با او صحبت کنند. حتی یک کلمه هم درباره این تصمیم بیرحمانه توضیح ندادند سوکورو هم شهامت پرسیدن نداشت. وقتی هم شجاعت پیدا می کند و دلیل این تصمیمشان را می پرسد، دوستانش به این پاسخ اکتفا می کند. اگر فکر کنی خودت می فهمی. اما سکورو هم مثل شخصیت اصلی داستان کافکا یوزف کاف که به خاطر جرایم مبهم محاکمه شد، روحش هم خبر نداشت گناهش چیست. سکورو می ماند و فکرهای بیمارگونه و وسواسی درباره اسم دوستانش. اسم هر کدام از آنها به معنای رنگی است. و معنای سکرو ساختن. سکروی تنها رنگی ندارد. زندگیش بدون دوست بیمعنی است. هر از گاهی با کسی قرار ملاقات میگذارد و خودش را در حرفش مهندسی راه آهن غرق می کند. جذبترین بخش رمان پیچش داستان در میانه های آن است. یعنی وقتی سارا محبوب سکرو از اون میخواهد با گذشتش مواجه شود و از اینجا سبک کتاب تغییر می کند. آنچه در ابتدا حکایتی گیج کننده در مورد درک ناپذیری انسان برای یکدیگر بود مثل سریالی آبکی اما کمی سطح بالا تمام می شود. سکرو به حقیقت خیانت دوستانش پی می برد و آن را می پذیرد و نیز نزد خود و سارا اعتراف می کند که عاشق او شده است. حین تقابل این سبک هاست که رگه های از پارانویای آمیخته با ابتزال و نصر ضعیف در داستان پدیدار می شود. سارا به طرز مرموزی می گوید باید به یک سری کارها رسیدگی کنم و سپس ناپدید می شود. سارا گفت هنوز تکلیفت با یک چیز مشخص نیست. چیزی که نمی توانی بپذیریش و جلوی جریان طبیعی احساساتت را گرفته. واقعا همچین حسی به تو دارم. رمان مراکامی به چرخه تکرار شونده تنهایی وقتی ترد شدن به اعتماد و خودباوری صدمه میزند و تغییر اساسی ضروری برای فرار از تنهایی میپردازد. تغییری شبیه به تغییر سبکی که داستان در میانه کتاب دست خوشحال می شود. آدم وقتی تنهاست نگران می شود. می ترسد از اتاق گرم و نرمی که دکارت را به دام انداخته بود بیرون برود و از آنچه خارج از اتاق آن مواجه خواهد شد بیمناک است. امیلی وایت نویسنده در شرح تنهایی خود این فرایند را این گونه توصیف می کند. به خودم می گفتم باید اجتماعی باشم و وقتی وارد جامعه می شدم از فکر برخورد و تعامل با دیگران استرس می گرفتم و برای فرونشاندن آن وقت بیشتری را در تنهایی سپری می کردم. برای خروج موفق از نقطه امن و مواجهه با چالش های جدید باید جهان را طور دیگری ببینیم. جهان را نه مکانی ترسناک و پر از رموز شوم همچون جهان داستانهای کافکا که داستان داستانهای آشنا بدانیم داستانهای شاد و غمگینی که گاهی کلیشهی و تکراری هند و نقشه روابطمان با دیگران را ترسیم می کنند. علوم اجتماعی نیز بر خود افزا بودن تنهایی سهه می گذارد. جان کاچوپو معتقد است افراد تنها بیشتر به نشانه های اجتماعی توجه دارند. به این معنی که زودتر از دیگران احساس خطر می کنند. اما تفسیرشان از این نشانه ها کمتر قابل اتکاست. ممکن است رفتارشان به اندازه دیگران همدلانه به نظر نرسد کمتر اعتماد می کنند و نسبت به دیگران بدبین ترند. افراد تنها معمولا خود سرزنشگر نیز هستند و ناکامی های اجتماعی را تقصیر خودشان می دانند، نه شرایط. بررسی ها نشان می دهد تنهایی مزمن هیچ ربطی به فقدان مهارت های اجتماعی ندارد. فرار از تنهایی بدون یاری گرفتن از دیگران دشوار است و این باعث می شود تنهایی یکی از مصادیق تبصره 22 باشد. در پاورقی آمده است که تبصره 22 موقعیت تناقض آمیزی است که به دلیل همین تناقض درونیش فرد را گریزی از آن نیست. این اصطلاح را جوزف لر در رومانی به همین نام باب کرد. ادامه محتم. همچنین یک شبه نمیتوان اوزار را تغییر داد. نشاندن استراب اجتماعی ناشی از تنهایی مستلزم تلاش است. به همین دلیل تنهایی نه صرفا معذری فردی که مسئله اجتماعی به شمار می روید. مثل افسردگی باید از تنهایی نیز شرم زدایی کنیم و از برنامه های سلامت روانی که رنج تنهایی را تسکین می دهند حمایت مالی به عمل بیاوریم. امیلی وایت در اواخر کتاب خود به شرح تلاش های نان استیونز روانشناس هلندی میپردازد که برنامه‌ای برای کاهش تنهایی تدمین کرده که نرخ تنهایی افراد را نصف می کند. برنامه استیونز در سه ماه به صورت هفتگی و در قالب درس گفتارهای گروهی برگزار می شود. مددکار اجتماعی یا راهنما شرکت کنندگان را به انجام کارهای ساده‌ای تشویق می کند. مثلا نیازشان به دوستی را ارزیابی کنند ببینند چه انتظاراتی از دوستی دارند و نقشه روابط فعلیشان را رو ترسیم کنند تا ببینند چه دوستی های نهفته و بالقوه‌ای در این روابط پیدا می کنند. این برنامه اساسا شبیه ترمز عمل می کند و جلوی انزوای ناشی از تنهایی را می اما چون این برنامه هایی به طرز ناامید کننده نادرند و به ندرت حمایت مالی درخوری جذب می کند. حال که خدمات اجتماعی کافی در دسترس نیست، چه باید کرد رهنمود روانشناسان متخصص در حوزه تنهایی با تصویری که از عشق و دوستی ترسیم کردم مطابقت دارد به قول کاچوپو بزرگترین مانع ذهنی در برابر افرادی که از تنهایی رنج میکشند این است که با چیزی درگیرند که به حفرهای در مرکز وجودشان میماند و همچون آتشی است که باید سیرابش کرد اما این آتش با تمرکز بر نوشیدن آب فرو نمینشیند برای فرونشاندن این آتش باید از پیله درد خودمان بیرون برویم تا آتش دیگران را سیراب کنیم از غذا راه گریز از تنهایی از مسیر توجه به نیازهای دیگران میگذرد باید به خود انسانها توجه کنیم نه رابطه ای که با هم داریم باید نگران دوستمان باشیم نه نگران رابطهمان علاوه بر این نوعی پیوند بین احترام و علاقه وجود دارد بین تصدیق اهمیت داشتن کسی و ساخت علاقه مشترک و در نهایت دوست شدن به همین خاطر منطقی است که به قول کاچوپو با گام های کوچک آغاز کنیم با گفتگوهای ساده و کوتاه در فروشگاه یا کتابخانه گفتن جملات ساده ای مثل روز قشنگی است نه یا از آن کتاب خوشم آمد می تواند جواب های در پی داشته باشد یا مثلا پیام اجتماعی کوتاهی میفرستید و یک نفر جوابتان را میدهد روابط متقابلی از این دست باعث می شود واقعیت انسانهای دیگر را به رسمیت بشناسیم. شاید این با رابطه عمیقی که در زمان تنهایی تشنه آن هستید از زمین تا آسمان فرق داشته باشد. اما این دو از لحاظ بود یا درجه با هم متفاوتند ولی جنسشان یکیست. احترام، شفقت و عشق. همگی راههایی برای اثبات اهمیت افرادند. نقمه هایی که با کوک یکسانی نباخته می شوند. پس تصادفی نیست که امیلی وایت با کار داوطلبانه در آشپزخانه خیریه از تنهایی مزمن خلاصی یافت همدلی و انزجار اخلاقی می توانند راههایی برای ارتباط گرفتن با دیگران باشند او پس از آن به لیگ بسکتبال زنان پیوست امیلی که از بازیکنان میترسید هزینه غیرقابل قابل عدت ثبت نام در باشگاه را پرداخت کرده بود و چون ذاتا عادت نداشت پولی هدر بدهد توانست بر استرابش غلبه کند وایت تصمیم نشد کار را با گام های کوچک آغاز کرد سعی کرد ارتباطش با همتیمی ها در حد همتیمی باشد و برای دوست شدن با آنها عجله به خرج نداد توجه به دیگران و تصدیق ارزش زندگیشان حتی اگر به دوستی ختم نشود از ناگواری تنهایی می کهد. در سال 2014 پژوهشی در میان مسافران هر روزه خطوط اتوبوس و مترو شیکاگو انجام شد در آن از شرکت کنندگان خواستند با غریبه ها وارد گفتگو شوند از واقعیتی جالب در زندگی آنها آگاه شوند و یکی از چیزهای جالب زندگی خود را با آنها در میان بگذارند با اینکه شرکت کنندگان در ابتدا نسبت به انجام این کار مردد بودند بعد از انجام آن گزارش دادند که احساس خوشحالی بیشتری می کنند. یا مثلا یکی از تجربیات شخصی خود من در دوران همهگیری با ضبط پادکست توانستم با تنهایی مبارزه کنم بعضی از مهمانانم دوستان یا آموزگاران قدیمی خودم بودند و بعضی دیگرشان از آشنایان بعضی را هم هرگز ندیده بودم هدف از ضبط پادکست ایجاد روابط جدید نبود بلکه میخواستم از طیفی از فیلسوفان سوالهای شخصی بپرسم از سوالهای گستاخانهای مثل واقعا دیدگاه های فلسفی خودتان را قبول دارید تا سوالهای خطرناکی مثل از چی میترسید مصاحبه از استدلال فلسفی به تجربیات شخصی مهمانان کشیده میشد و گاهی ارتباطی بین این دو پیدا می کردیم. یکی از فیلسوفان از انحراف چشمش در دوران کودکی و نوجوانی گفت. انحراف چشم و همراستا نبودن چشم ها باعث میشه نتونید با کسی ارتباط چشمی برقرار بکنید. وقتی از تنهایی دوران کودکیش پرسیدم چالش های همیشگی زندگیش رو برایم توصیف کرد و توضیح داد که چطور به حیطه فلسفه اخلاق وارد شده او معتقد روابط متقابل مرکز سقل اخلاقن اون گفتگو چیز دیگری بود اما تمام گفتگوها رو در جای خودشون دوست داشتم شگفتآوری که فردیت یک شخص و شیوه خاص بودنش در جهان میتونه تنها ظرف 25 دقیقه برای دیگران فاش بشه وقتی با اشتیاق نیم ساعت پای صحبت‌هایشون می‌نشستم و یک ساعت نیز برای تنظیم مصاحبه وقت میگذاشتم احساس تنهاییم برای چند روز فروکش می‌کرد شاید گفتگوی پادکستی مصنوعی به نظر برسه اما از پیش نوشتن بخش از گفتگو در فرونشاندن اضطراب اجتماعی موثره و شواهد روزافزونی، حاکی از اون هست که خوب گوش دادن به ایجاد روابط مستحکم منجر میشه گوش دادن گوش دادن واقعی این کار دشواریه. فرانک رمزی فیلسوف به شوخی میگوید معمولا متوجه نیستیم که گفتگوهایمان بیشتر اوقات چون این فرمی دارد الف امروز بعد از ظهر به شهر ایکس رفتم به تا حالا نرفتم روانشناسان و رواندرمانگران نشان دادند که گفتگوی ساختارمندی که در اونها سوالهای ناگهانی میکنیم و مجبوریم به پاسخ دقت بکنیم به ایجاد صمیمیت با افراد غریبه و آشنا کمک میکنه ما فکر میکنیم اولین شرط دوستی یا داشتن علایق مشترکه یا هر دو طرف باید همدیگر رو تحسین بکنند که این دومی یادآور شایسته سالاری عرسوه اگر کسی از نظرمون تحسین برانگیز باشه یا با او اهداف مشترک داشته باشیم دوست شدن با او برامون آسان میشه اما اولین گام دوستی میتونه توجه به دیگری باشه به همین سادگی نخست همدیگر رو به رسمیت میشناسیم و تازه بعد از اون به فعالیت های مشترک فکر میکنیم گوش دادن به خودی خودش میتونه برای ساخت یک رابطه کافی باشه خوب گوش دادن مستلزم شجاعت و انعطاف پذیریه شاید راه رسیدن از خوشوبش های دوستانه به دوستی صمیمانه دراز و ناهموار باشه کارهای داوطلبانه کلاسهای شبانه رفتن به باشگاه ورزشی این مسیر رو هموار میکنه دعوت کردن دوستان و تا باوردن سکوت وقتی کنار هم هستیم این راه را هموار میکنه اینها شکلهایی از ابراز نیازند که شاید ترسناک باشند و رگی از شرم در اونها باشه برای فایق اومدن بر تنهایی باید تجربیات و دردهای خودمون رو با دیگران سهیم بشیم و این کار مثل باز کردن زخمی کهنه است با این حال شکلهایی از تنهایی هست که حتی این روش ها هم بر اون کارگر نیست از یک لحاظ ترین شکل تنهایی یعنی هیچ وقت هیچ دوستی نداشته باشیم اما میتونیم این شرایط رو تغییر بدیم اونچه بازگشت ناپذیره تنهایی بعد از فقدان عزیزانه دوستان جدید جای دوستان درگذشته یا دوستانی رو که برای همیشه از پیشمان رفتهاند نمیگیرند مرگ فرزندان ایوب با محبت خانواده جدید جبران نشد.